صفت کلمی است که اسم یا زمیر بعد از خودش رو توصیف میکنه و راجع به اون اطلاعاتی میده. اطلاعاتی در مورد نظر و عقیده کیفیت حالت اندازه قدمت رنگ ملیت جنس و غیره صفت ها انواع مختلفی دارن اولین دسته از صفت ها های ساده یا مطلق در این درس بیشتر مد نظر ما همین صفت ها صفت های مثل بیگ سمال بیوتیفول و امثال اینها نوع دیگه از صفت ها های اشاره مثل این موارد دیس دات دیز دوز و موارد مشابه نوع سوم صفت ها صفت های ملکی هستند. مثل این سه مورد مای مال من یور مال شما در مال اونها علاوه بر این سه مورد میتونیم موارد متعدد دیگه این نام ببریم مثل صفت های کیفی صفت های کمی صفت های استفهامی در اینجا به طبقه بندی و ترتیب قرار گرفتن صفت ها کاری نداریم فقط میخواییم چند تا از کاربورت های های مطلق رو معرفی کنیم چند تا از کاربورت های های مطلق این ها اول برای بیان کیفیت نظر و عقیده به کمک برخی از صفت های مطلق میتونیم این موارد رو به خوبی نشون بدیم مثل این موارد نایس nice. خوب قشنگ نیت پاکیزه و تمیز شست رفته بورینگ خسته کننده مثلا میگیم هی از بورینگ او کسل کننده است یا میگیم شی از ا نایس گرل او دختر خوبیه یا این مورد It's a beautiful flower این گل قشنگیه مورد دوم اندازه دومی کاربرد سفتهای های مطلق برای بیان اندازه است مثل این صفت ها small tall short معنی به ترتیب از چپ به راست کوچک بلند کوتاه مثلا به این گربه نگاه کنید ابیک یک گربه بزرگ میریم سراغ سومین کاربرد سومین کاربرد صفتهای مطلق برای بیان سن و قدمت نام دیگه صفتهای مطلق صفتهای ساده است از جمله صفت هایی که برای بیان سن و قدمت به کار میرن این ها یانگ جوان نیو نو و جدید مادرن جدید و امروزی مدرن انشنت قدیمی و باستانی مثلا به این درخت نگاه کنید an tree. یک درخت کوهنسال. اونقدر کوهنساله که پیرو خوشگیده شده. کاربرد چهارم. رنگ. کلماتی که رنگ رو نشون میدن هم صفتن. بلک. سیاه. بلو. آبی. رد. قرمز. دارک تیره به وسیله رنگ ها میتونیم یک اسم رو توصیف کنیم به همین دلیل صفت هم. مثلا به این آسمون نگاه کنید یک آسمون زیبا میگیم a blue sky یک آسمان آبی در اینجا sky یک اسم توسط صفت blue توصیف شده کاربرد بعدی ملیت بعضی صفت ها ملیت رو نشون میدن مثل این کلمات ایرانیان ایرانی جرمن آلمانی چنیز چینی افریکن آفریقایی به این شکل نگاه کنید تصویری از یک شیر و یک بچه شیر میگیم African Lions شیرهای آفریقایی صفت African نژاد و ملیت رو نشون میده کاربرد بعدی جنس اجسام بعضی صفت ها جنس اجسام رو میگن مثلا میگیم گولدن تلایی پلاستیک پلاستیکی راکی سنگی سنگلاخ مثلا به این توپا نگاه کنید این توپا از جنس پلاستیک هست میگیم پلاستیک بالز توپ پلاستیکی اینا تعدادی از کاربردهای های صفت ها بودند تعدادی از کاربردهای های صفت های ساده یا مطلب. موضوع بعدی جایگاه صفته. صفت ها در جمله بیشتر در دو جا به کار میرند یکی قبل از اسم، یکی بعد از افعال توبی. پس جایگاه اول قبل از اسم. صفت ها قبل از اسم میان تا اسم رو توصیف کنند. مثل این جمله ها. They are red cells. آنها سلول های قرمزند. جمله دوم It is an interesting planet. این یک سیاره جالبه. و جمله سوم These are two small moons. اینها دو تا قمر کوچیکن. در این سه جمله صفت های red, interesting و small قبل از اسم اومدن. قبل از اسم های cell, planet و مون این صفت ها قبل از اسم اومدن تا اسم رو توصیف کنن رت سل سلول قرمز اینترستینگ planet. سیاره جالب مورد دوم بعد از فعل توبی. دومین جایگاه مهم صفت ها بعد از فعل های تو بی است فعل های تو اینها بودند اما ایزو آر Was aware و be. به این جمله ها نگاه کنید. جمله اول Human body is amazing. بدن انسان شکفتاوره. جمله دوم She was happy. او خوشحال بود. این جمله Venus is smaller than Earth. سیاره زهره از سیاره زمین کوچکتره. و جمله چهار I am glad today. من امروز خوشحالم. در تمام این چهار جمله بعد از فعل های to be صفت اومده. بعد از is, was, is و am. این دو مورد مهمترین جایگاه های صفت بودن. البته صفت در جاهای دیگه هم میاد. مثلا این مورد. در کنار اند به همراه یک صفت دیگه. مثلا میگیم A big and beautiful dog. یک سگ بزرگ و زیبا. یا یکی A poor and unknown family. یک خانواده فقیر و گمنام به هر دو عبارت نگاه کنید در هر عبارت دو تا صفت بینیم بین دو صفت اند یعنی در هر عبارت یکی از صفت ها همراه با اند و صفت دیگه اومده صفت ها علاوه بر این سه مورد در جاهای دیگه جمله هم میان مثلا بعد از قیدها صفت ها میتونن بعد از قید ها بیان مثلا صفت میتونه بعد از هاو بیاد صفت میتونه بعد از سو و تو بیاد به معنای خیلی مثلا میگیم سو so beautiful. خیلی زیبا و در آخر اینکه صفت میتونه بعد از افعال ربطی بیاد افعال ربطی اینها بودن در اینجا یک نکته وجود داره که باید بدونید و اون نکته اینه صفت های مطلقی که به تی، جی و دی ختم میشن، هرگاه ای آر و ای اس تی بگیرن، حرف آخرشون دو بار نوشته میشه. برای روشن شدن موضوع، سه تا مثال میزنیم. به این صفت ها نگاه کنید. هات big, رد داب بزرگ قرمز کمپردیو شکل تفصیلی یعنی در ستون دوم باید شکل تفصیلی این صفات رو بنویسیم و ستون سوم سوپرالاتیو یعنی شکل عالی در یعنی این ستون شکل عالی صفات رو می نتیجه این میشه صفات هات بیگ و رد هر سه به تی جی و دی ختم شدن پس وقتی که ای آر و ای اس تی میگیرن حرف آخرشون تکرار میشه حرف آخر دو بار نوشته شده اینا نکته بعدی صفت هایی که به حرف وای ختم میشن اگه قبل از وای حرف صدادار وجود نداشته باشه وقتی که به ای آر و ای اس تی ختم میشن وای تبدیل به آی میشه دقت کنید که گفتیم اگه قبل از وای حرف صدادار وجود نداشته باشه مثل این سه مورد ایزی کلاودی هپی شکل تفضیلی و آلیشون این میشه هر سه صفت به وای ختم شدن قبل از وای هم حرف صداداری وجود نداره در هیچ کدوم پس با گرفتن ER و EST حرف وای تبدیل میشه به آی آی ها رو با رنگ قرمز نشون دادیم تا مشخص باشن